در ادامه در ارتباط هستیم با آقای حسین آبدینی برای بررسی خواسته کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا از دولت این کشور برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. آقای آبدینی سلام میکنم خدمتتون. از جزئیات این خواسته کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا برای لیست‌گذاری سپاه برامون بیشتر بگین. بله، با سلام و درود به شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزاد. قبل از هر چیز اجازه بدید که منم تبریک بگم به خاطر پیروزی بزرگ بزرگی که تصویب 67مین قطعنامه محکومیت نقض شهید حقوق بشر رژیم بود که توی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان عالی‌ترین مرجع بین المللی امروز به تصویب رسید. خب در رابطه با گزارش کمیته روابط خارجی که از مهمترین کمیته های پارلمان انگلستان هست، همونطور که گفتید امروز یک گزارش بسیار مهمی رو با عنوان موفقیت بدون عدالت ممکن نیست رابطه بریتانیا با ایران منتشر کرد که به طور مشخص بر فعالیت های مخرب و بی‌ثبات کننده رژیم تاکید کرده. این گزارش از 4 بخش که شامل مقدمه، بعد بخش بعدیش آینده برنامه اتمی رژیم و بعد هم موضوع حقوق بشر که زیر مجموعه اون موضوعات مربوط به سپاه پاسداران، مشکلات کنسولی با رژیم، استراتژی آزادسازی بازداشتی ها و موضوع گروگان ها که در دست رژیم آخوندی هستند و همچنین پرونده های کنسولی و تحریم های علیه نقض حقوق بشر رژیم اومده و در پایان نیز بخش توصیه ها و جمع‌بندی گزارشه که بسیار مهمه. این گزارش میگه که اگه من بخوام به صورت خلاصه بگم که اقدامات سپاه پاسداران به دلیل حمایت بسیار واضح و پایدار این سپاه از تروریست ها و بازیگران غیر دولتی که برای تضعیف ثبات توی کل منطقه خاورمیانه تلاش میکنن با تمام شاخص ها و معیارهای مندرج در قانون تروریسم سال 2000 انگلستان همخوانی داره و در بخش پایانی گزارش در قسمت مربوط به نتیجه گیری ها و توصیه ها به مسائل خیلی مهمی اشاره کرده که من به 2 تا از اونها اشاره میکنم با توجه به اینکه وقت کم هستش. از جمله در بند 13 همین بخش 4 میگه که ما متقاعد هستیم که فلسفه سپاه پاسداران و فعالیت های بدخیم اون در داخل ایران و در سطح منطقه درست برخلاف منافع دولت بریتانیا و منافع مردم ایرانه و بعد میگه ما توصیه میکنیم که وزیر خارجه در همکاری و به صورت مشترک با وزیر کشور انگلستان اطلاعات در دسترس مربوط به سپاه پاسداران رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بده با این نقطه نظر و با این هدف که یک دستوری رو در مقابل پارلمان با هدف لیست‌گذاری و ممنوعیت سپاه پاسداران در تمامیتش قرار بده. موضوع مهم بعدی که در همین قسمت اومده به این اشاره میکنه که دولت انگلیس خب خیلی تلاش کرده که رژیم رفتارش رو تغییر بده ولی بی ثمر بوده و اکنون زمان اون فرا رسیده که دولت بریتانیا دست به یک شیوه قاطع و نحوه برخورد بسیار سفت و سختی روی بیاره و برای دور بعدی تحریم های به شیوه به اسم مگنیتسکی. میگه ما توصیه‌مون به وزارت امور خارجه اینه که این وزارت خانه اقدامات سختی رو بر علیه ناقضین حقوق بشر در داخل و خارج ایران اتخاذ کنه. در این گزارش همچنین به توافق هسته‌ای به اصطلاح به نام برجام رو پوسته‌ای از یک توافق توصیف کرده و خواهان این شده که بریتانیا در بلند مدت به دنبال جایگزینی برای اون باشه و در پایانم رئیس کمیته روابط خارجی بریتانیا در خصوص این توافق هسته‌ای گفته برجام یک توافقی بود که بر پایه‌های ضعیفی بنا شده و به نظر میرسه که مرگ آهسته توافق هسته‌ای اجتناب ناپذیر بوده و باید به دنبال اقدامات در مجلس و به دنبال اقداماتی که اخیراً در مجلس رژیم شده دیگه اصلا قابل ترمیم نیست. و در پایان نیز این گزارش به اصطلاح حکومت آخوندی رو به نقض حقوق بشر شهروندان ایران متهم میکنه و از دولت بریتانیا میخواد که به حمایت از کسانی که از خشونت رژیم رنج میبرند ادامه بده. بله، این به طور خلاصه مهمترین موضوعات این گزارش. بله. حالا آیا بدینی به نظر شما خواسته این کمیته برای لیست گذاری سپاه تا چه حد امکان عملی شدن داره و به نظرتون صرف مطرح شدن این خواسته از دولت بیانگر چی میتونه باشه؟
من فکر می‌کنم این بسیار مهم بود، این گزارش کمیته خارجی پارلمان انگلستان امروز، چون در ادامه یک سلسله اقداماتی بوده که در پارلمان انگلستان صورت گرفته و خب مقاومت ایران نقش بسیار جدی در اون داشته. نماینده های پارلمان انگلستان از احزاب مختلف این کشور در یک کمپین مستمر و گسترده بیش از 2 ساله که از دولت انگلیس مصرانه خواهان لیست‌گذاری سپاه در تمامیتش هستند. آقای با بلکمن که از نمایندگان نزدیک به مقاومت ایران هستش، برای مثال آورنده یک قطعنامه مهمی بود تو پارلمان انگلیس که توسط 10 نفر از نمایندگان پارلمان انگلیس در آوریل 2019 مورد حمایت قرار گرفت و 37 نماینده، از جمله من به بعضی از نکات این قطعنامه اشاره میکنم، میگه که این مجلس سرکوب مردم ایران به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایتش از تروریسم در منطقه رو قویا محکوم میکنه و معتقده که رژیم ایران بزرگترین تهدید نه تنها برای مردم ایران بلکه همچنین برای ثبات در منطقه و صلح در جهانه. و بعد هم نسبت به نقش برجسته سپاه پاسداران در صدور و حمایت از تروریسم در خاورمیانه و سراسر جهان از طریق نیروی برونمرزی یعنی نیروی قدس و در سرکوب داخلی مردم ایران هشدار میده. بعد اشاره میکنه در ادامه به نقش سپاه در ترور مخالفان ایرانی در خارج کشور، از جمله اعضای اپوزیسیون اصلی ایران یعنی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران. و بعد هم به طور مشخص میگه که به خصوص توطئه بمبگذاری در گرد همایی بزرگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در جوان 2018. قطعنامه میگه که با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران کاملا موافقه که محدود کردن منابع و سرمایه های سپاه پاسداران به نفع مردم ایران و همچنین صلح و امنیت در منطقه است. و دست آخر هم دولت رو فرا میخونه که سپاه و وزارت اطلاعات رژیم رو در تمامیتشون به عنوان موجودیت های تروریستی خارجی لیست گذاری کنند. همچنین روز همین چند روز پیش یعنی روز 9 دسامبر در یک جلسه بحث و گفتگوی پارلمانی توی پارلمان انگلیس، بیش از 15 نماینده پارلمان از احزاب مختلف انگلستان به خصوص حزب محافظه‌کار، حزب کارگر و همچنین احزاب SNP از اسکاتلند و ایرلند درباره دادگاه دیپلمات بمب دست رژیم اسدالله اسدی و در صندلی اتهام نشستن رژیم و اینکه این توطئه بزرگ تروریستی میتونه تبدیل به یک حمام خون بشه در رابطه با توطئه ویلپند پاریس صحبت کردن و گفتند که این بیانگر تروریسم هار و افسار گسیخته رژیمه. و بعد هم با اشاره به جنایت‌های تروریستی و نقض حقوق بشر توسط سپاه در داخل و خارج ایران، از وزارت خارجه انگلیس خواهان ممنوعیت و لیست گذاری سپاه در تمامیتش شدند. خب نمونه‌های خیلی زیادی هست، ولی بله، من فکر می‌کنم با توجه به حمایت گسترده‌ای که در پارلمان انگلیس وجود داره و فعالیت‌های مقاومت ایران کاریه که رو به پیش هست و این تنها راه پیش روی دولت انگلستان هات که رئیس کمیته خارجی پارلمان انگلیس هست، بسیار برجسته حزب محافظه‌کار یعنی حزب حاکم انگلستان هستش و خب این بیانگر عزم سیاستمداران انگلیس هست برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. بله. و خب نقش مقاومت ایران هم در این زمینه تعیین کننده است که ما به کمپین خودمون برای قرار دادن سپاه و وزارت رژیم در لیست تروریستی تمام تلاش خودمون رو به کار خواهیم گرفت. بله. آیا بدین قبل از اینکه من کامنت هموطنان رو بخونم و سوال هموطنی رو به اطلاع شما برسونم که لحظاتی صدای شما قطع و وصل میشد. اما کامنت هموطنان و سوال هموطنی، شما با ما در ارتباطین؟ بله بله، من صدای بله. شما رو میشنوم. فکر کنم صدای شما قطع شد. بفرمایید. هموطنی گفته که رژیم بر روی سرکوب سپاه سواره، همونطور که با ضعیف شدن ساواک شاه سرنگون شد، سپاه هم تضعیف بشه رژیم سرنگون میشه. هموطنی گفته که این لیست گذاری ها خوب و لازمه ولی کافی نیست. کس نخواهد پشت ما جز ناخن انگشت ما. در نهایت کانونهای شورشی راه سرنگونی رو هموار میکنن. هموطنی گفته که با قیام مردم ایران غرب جرأت پیدا میکنه که جلوی رژیم بیسته. هموطنی سوالی پرسیده یا بدینی کوتاه اگه ممکنه در 1 دقیقه پاسخ بدین، گفته که اگر درخواست کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس برای لیست گذاری سپاه تصویب بشه، چه تأثیری بر روی حضور مزدوران رژیم توی انگلیس داره؟
بله، اولا که بسیار کامنت های خیلی عالی توسط هموطنانمون چیز شده بود، بیان شدش و در رابطه با این مسئله، خب این در کمیته خارجی پارلمان تصویب شده، این الان از دولت انگلستان خواسته، کمیته خارجی پارلمان انگلستان که سپاه رو در تمامیتش در لیست قرار بده و این بسیار بسیار مرتبطه، چون ممنوع شدن سپاه تروریستی پاسداران در کشور انگلستان به دنبالش خب اخراج تمامی مزدورانی که به انهای مختلف توسط سپاه پاسداران دارن اداره میشن و حمایت میشن منجر خواهد شد. ولی همونطوری که گفتند مبنای اصلی همون کانونهای شورشی در داخل ایران و قیام قهرمانانه مردم ایران هست. بله. عوامل خارجی میتونه به عنوان عنصر بازدارنده عمل بکنه، یعنی عنصری که میتونه تسریع بکنه قیام مردم ایران رو و صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونه و ما در این زمینه تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که هرچه سریعتر قیام قهرمانانه مردم ایران به رهبری کانونهای شورشی به پیروزی برسه و در این سر سوزنی کوتاهی نخواهیم کرد. بله، ممنونم از شما آقای حسین عابدینی از انگلیس که در این گفتگو همراه ما بودیم.